سلام بچه ها اول از هر چیز من یه توضیح بدم بگم که برای هیچ کدوم از سریال ها مسابقات و هیچ چیز دیگه ای من پولی از تهیه کننده ها تبلیغات چی, چی ها و ایناشون نمیگیرم به خاطر همین هر وقت که نقد منفی دارم یا تعریف مثبت میکنم نظر شخصیم ادعا هم ندارم که این نظر کارشناسی و در واقع نظر قطعی یک کارشناس این مسئله است من به من مخاطب میبینم و نظریاتم رو میگم معمولا هم خب خیلی وقتا رو نقاط منفی تاکید میکنم و جلو میرم اما این دفعه یه مقداری ماجرا فرق میکنه و میخوام درباره یه برنامه جدید بگم که بعد از مدت ها یک ساعت تقریبا 52 ثانیه 52 دقیقه اینو مستمر نگاه کردم بدون که اصلا سر بره حالا برای شما یه سری رو یادداشت کردم ازش و دربارش و نظریات شخصیم و همین ها میخوام یه مروری داشته باشیم روی ای که این هفته شنبه شروع شد کارش و تولید کنندش نماوا انگار نماوا داره میره به سمت مسابقه تولید کردن به سمت مصاحبه تولید کردن با هفخان و گلزار با همرفیق باشه با شهاب حسینی و حالا با برنامه پیشگو که میزبان و مجریش کسی نیست جز مرد همیشه خندان خیابان که همیشه هم روی اتوبوس وقتی زود ترافیک اعصاب خورده تو چراغ قرمز واasiti یه اتوبوسی میاد رد میشه و پژمان حسینی تبلغ فرش کرده اینجوری داره نگاه میکنه میخنده و تبلق فرش کرده پژمان جمشیدی اولین چیزی که چشمو گرفت توی این برنامه گرافیک خوب و لوگوی ترا تمیز برنامه است برنامه تیتراژ نداشت فقط یک در واقع لوگوی ویترین استودیو میومد که ظاهرا تولید کننده اش ویترین استودیو جای و این اسم همه چیش تر و تمیز داشت شروع می شد و پیش میرفت طوری که تقریبا هر چیزی که از هم رفیق دیده بودم این مدت و حالا من گرفته بود که شهاب حسینی چرا اینقدر بده چرا اینقدر بد اجرا میکنه چرا اینقدر خودش خراب کرده چرا با مهمونش اینقدر تصنعی همه اینها شست و برد من نه فن پژمان جمشیدی هم که توی همین کانال هم برید بگردید میبینید که کلی از خوب بد جلفش بد گفتم نه فن امیر آقایی هم که خب آقازاده رو دیدم تا بخش زیادیش رو و با هم هم دربارش صحبت کردیم قبلا توی کانال اما نه آقازاده فیلم من سریال من بود نه امیر آقایی کاراکتریه که کاراکتر مورد علاقه هم باشه اما این دوتا آدم پشت هم کنار هم در مقابل هم رو صندلی های روبروی هم قرار گرفتن و یک ساعت جذاب رو ساختن که این نشانه یک کارگردانی خوب احتمالاً نشانه نویسندگی خوب احتمالاً دکور و برنامه و یک وسواسیه که ما توی مسئولات داخل ایران معمولاً نمی بینیم توی سینمای خانگی اولین چیزی که چشم گرفت گرافیک خوب لوگوی برنامه بود بعد وارد دکور تاریکی میشیم که با موزیک روشن میشه و فعلا خبری از تماشاچی نیست ولی بعد دوربین میره اونجا نشون میده که پژمان جمشیدی با معرفی خودش برنامه جدید رو خواهد ارائه بده و تماشا چی هم البته با فاصله اجتماعی نشستن از هم از یه که خوشم اومد اینه که وقتی مهمون میاد روی صندلی که میشینه روبروش یه دونه تکه الکل اسپری هست که مارک خاصی هم نیست خوشبختانه یعنی که اسپانسر نباشه ولی به این موضوع فکر کرده باشم به نظرم موضوع مهمی اومد درباره اشتراک خاطره های جمعی صحبت میکنه جمع جمشیدی میگه کمی بیا آیدم رو مرور کنیم رویا کنیم اشاره به کرونا میکنه خب طبیعتا مثل همه برنامه هایی که این مدت داره پخش میشه و شادی های جمعی از فوتبال خداداد تا جایزه در اسکار بغل کردنی که حالا حسرت شده اینکه شما یه برنامه رو بسازید در مذهب بغل کردن و در آغوش گرفتن باز هم به نظرم یه خدشه کنی میتونه محسوب بشه بعد میگه دنیا از قدم‌های های تو باید با خبر بشه و همه اینا میره روی اینکه یک گروه موسیقی هر دفعه مهمون این برنامه است این دفعه کیه گروه موسیقی دال که رفتم در آوردم که چیزی که دربارش میتونیم بدونیم و اینه که موسیقی تلفیقی که نامش اول دوستی در واقع اومده دال اسفند 92 شروع به کار کرده و رشد کرده تیتراژ فیلم تعم شیرین خیال رو برای کمال تبریزی ساختن بعد گذر اردی بهشت رو در بهار 95 عرضه کردن که گل کرده و جایزه بهترین آلبوم تلفیقی رو داره جایزه باربد رو داره مهاجرت سول حق آواز زنان و اینا کار کردن یا آهنگی دارم اسم کلاق سفید که جایزه بهترین آلبوم تلفیقی سال 96 رو در پنجمین سالانه موسیقی ما برنده شده و ویژگیشون اینه که غزل مهدوی شاعر ترانه سرا و حالا اینجا یک نفر که ویولو میزد دختره خسته شدیم اینقدر برنامه های مردانه دیدیم فقط و از همه بدتر باز هم رفیق با آهنگ تکراری حداقل اینجا چند تا فایده داره اینکه اینایی که حالا تیتراژ سریال آرمان هم در دست باد و اینا رو کار کردنن نکته جالبش اینه که قرار هر هفته گروه موسیقیش عوض بشه یعنی ما قرار از هی موسیقی دال رو بشنویم دال رو بشنویم دال رو بشنویم آهنگای دال رو من لینکش رو میذارم توی تلگرام تلگرام هم پایین توضیح دادم لینکش هست که میتونید اگه دوست داشتید تشریف داشت بیارید قدمتون رو چشم بعد برنامه چند بخش داره در واقع سه بخش داشت که حالا من اسپویل نخوام براتون بکنمش باید بگم که یه بخش مصاحبه است مصاحبه که سوال کوتاه کوتاه انجام میشه بعد میره یه بخشی که در واقع آینده است یه بازی با مزه است که حالا در تکرار هم با مزه خواهد بود یا فقط اولش با بوده برام اونجاست که میاد و یه سری سوال میکنه م... کسی که مهمون برنامه است از 1400 تا 1410 رو میچینه توی ذهنش که چه اتفاقایی که بهش میاد به صورت رندوم این وقایع رو چجوری بازی میکنه برای ده سال آیندهش که اگه بگم واقعا هم لوس میشه هم لوس میشه و اگر فکر کردین ام... میتونم تعریف بکنم بگید ولی فکر کنم یه مقداری حالتون گرفته میشه اگه بگم وارد فضای نقدش نشیم و اگه بخوایم وارد فضای نقدش میتونیم قبل از به هر قسمتی در قسمت قبلش رو نقد کنیم در نهایت میرسه به جایی که خیلی بازی با نوستالژی خوبی داره این قسمت اگه دیدین درباره سینما نانسی در ارومیه اون روایت اون زمان برخلاف باز من حالا هم رفیق اشاره که میکنه اسم برده میشه از آدمها و سوال هم جوری طراحی شده که شما تقریبا میتونید شخصیت طرف مقابلش رو از جوابهاش حدس بزنید مثلا من میدونم الان که آقا جان اون با چه هنر پیشه ای با چه با بازیگری با چه نقاشی مثلا با چه دوره تاریخی علاقمند چقدر جنبه شوخی داره چقدر جلو میره و همه اینها توی این قسمت مطرح شده من دیشب تو توییتر نوشتم که چه برنامه باحالی دارم حال میکنم باشم میخوام یه ویدیو بسازم یکی از دوستانی که از دوستان، اهالی توییتر نوشتش که این برنامه خوبی نیست تو باید بری اگر ندیدی شباهنگی رو ببینی شباهنگی برنامه بهتری از این دوتا من سعی میکنم فردا پس فردا حتما شباهنگی رو یک بار دو بار سه بار ببینم هر چقدر لازمه و براتون بتونم شاید یه مقایسه بین این دوتا فراهم کنم من سعی کردم تو این ویدیو واقعا مته به خشخاش نذارم اگر میخواستم گیر بدم بود یه سری صحبت ها درباره مثلا ایلان ماسک درباره چیز درباره عقل قولی که از یه نفر آدمی اوورد که خب در باره مثلا مثلا ترکیه که گذشته در گذشته یا گش گشتی, گشتی بحث ها ایدئولوژیک پیش نرفتنش خیلی جالب بود بدی بود یعنی در واقع اینکه درباره ادبیات روسیه شوخی کرد درباره شوخی کرد شوخی های حتی یک ذره جنسی جنسیتی رو پژمان جمشیدی برخلاف تصورم خیلی با نزاکت بیان کرد یعنی برعکس دقیقا شاه حسینی که شوخی هاش رو انگار پای میز مزه نشسته وقتی شوخی میکنه با شوخی های مردانه ای آدم فکر اتفاقات جذابی نمیفته پژمان جمشیدی خیلی تمیز درباره بعضی موضوعات تو شوخی کرده خیلی خوشحالم میکنید اگر نظر خودتون رو تو کامنت ها بنویسید برام که چیه با من هم عقیده هستید یا نیستید و شما هم قسمت بعدی رو با اشتیاق خواهید دید یا نخواهید دید یه سری چیزا توی دلم هست که بگم ولی خب واقعا اگه بگم لوس میشه قضیه شاید تو تلگرام براتون تعریف کردم مرسی تا ویدئوی بعدی خدافظ میخواهم زنده بمانم امروز دوشنبه پخش میشه همین امروز رو براتون آپلود میکنم مرسی خدافظ